سلام بر شما آقای علومی، ممنون از ظهورتان به برنامه. سلام و روز بخیر به شما و بینندگان گرانقدر شما. آقای علومی، آیا شما نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستید؟ به نام خداوند توانا و دادگر، دفعتن یک سوال انداختین که موجهت که ما مربوط به مردم افغانستان هستیم و یک قسمت مردم افغانستان البته در ساختار حزبی ما، در ساختار جبهه و کسایی هستند که در واقع یک تعداد مردمی که روابط داریم. فعلا انتخابات پارلمانی رو پشت سر گذاشتندیم، قسمت میفهمیم که نتایجش چقدر مثبت چقدر منفی در مورد امی جریانی که ما هو رو حمایه میکنیم و در پاروی از او رهبری حزب ما، رهبری جبهه ملی مردم افغانستان در مجموع و تعداد علاقمندایی که داریم که شاید که خارج از حزب و جبهه باشه، فقط تاکیدشان امیست که ما موقف خود در انتخابات مستقلانه اعلان کنیم. ما با استقلالیت کامل در این انتخابات سهم میگیریم، البته با او ائتلاف بزرگی که جنجی ایجاد شده با او و با کسان دیگه که البته شامل دولت است، فعلا فقط روابط دوستی خود حفظ کردیم و کار خود مستقلانه پیش میریم که آینده از وطن چی رقم سرنوشت مردم تعیین کنیم. تا این مدت با سایر احزاب سیاسی و یا ائتلاف های سیاسی هم گفتگوی داشتین؟ حداقل یا پیشنهاد به شما شده؟ مطلقا تا جای کسایی که با ما روابط داره، به جز اینکه دفتر ما دائم الفعال است، در اینجا شخصا ما با رهبری حزب و جبهه در ارتباطات وسیع کت مردم قرار دارند، همین خواهشات است. این را ذکر نمی کنیم وقتی که ما میگیم روابط دوستی خود بادگاه است کردیم، اما کار ما مستقل است، هر کس در راستای خود کار میکنه، اینمی تقاضا را و صورت مثبت تابال موجود است و واقعیت ما باید یک جریان باشیم که خود ما تصمیم بگیریم، نه که دیگه بر ما از اینجا دیکته کنن. بله، شما اندیشهتان چگونه است؟ چرا نمیخواین که حداقل وارد چانه زنی با سایر احزاب سیاسی شوین؟ این روزه ایجاد تکت های انتخاباتی بحث های داغ برای رفتن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. قطعا را واد است، تابال هم ای چانه زنی نی، بلکه دید و وادید دیدگاه خود شریک ساختن کردیم. ار روز هم با شخصیت های محترمی که در اینجا وجود داره، با عذاب سیاسی، با دیگه نهادهای جامعه مدنی است، هر روزه کار ما جریان داره که دامنی از استقلالیت وسیع بسازیم و داشته باشیم در اینجا که یک نتایج مثبت بده. بله، حداقل بر راهکاری که شما برای رفتن به انتخابات ریاست جمهوری و یا ایجاد برنامه صحبت کردین، بر علاوه مردم کیها از شما حمایت میکنن؟ آیا حمایت خارجی هم مسئلهش مطرح است؟ فقط یک اساس کار ما داریم که همیشه میره میگیم و عمل هم میکنیم. توکل به خدا، اعتماد به نفس، اتکا به مردم است. ما از مردم اتکا کردیم، از دیو قریه هم تا استاس آمدیم تا این سطح رساندیم در سطح ملی. طبعا او قدم را که سر دنیا حساب کنیم در قدم بعدی هست. یعنی ما فکر میکنیم شاید یکی از جمله همون کاندیدا باشیم که میخواهیم که سرنوشت در افغانستان تعیین شود، مالک خانه مردم افغانستان شود، نه ای که در بیرون اما بایوبها شود، تساطیر بگیریم، تصامیم اتخاذ کنیم، بیایم خود بار دوش مردم بسازیم. این شیوه کار در گذشتان دیدیم. یعنی شما موافق نیستین که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میتونه که بود حمایت خارجی هم داشته باشه؟ مطلقا بود حمایت خارجی رو داشته باشه، اما اول مردم افغانستان است، آخر خارجی. اگر خارجی ها دوست مردم افغانستان است، بر کسی که از حمایت مردم افغانستان برخوردار است، اونا رو حمایه و پشتیبانی کنه، نه در بستلا از یک تعداد معدود که ما اونا رو میگیم که واقعا در اینجا مقامات دستشان است یا بستلا در سر مردم خود تعمیل کردن به عناوین گوناگونی که بستلا بگویم قوم است، مذهب است، سمت است، حتی نامای دیگه که جهادی است، غیر جهادی است، به اون شکل نه. بهتر است که مردم تصمیم بگیرد، دنیا ثابت بسازد که دوستیش با مردم افغانستان است، نه با زورمنده و دولت مردان. بله آقای علومی، در دید و بازدیدهایی که میان احزاب سیاسی امروز جریان داره، موارد مشخص مطرح میشه، مانند تغییر نظام، ایجاد یک معاونیت دیگر، حفظ ریاست اجرایه، موارد از این قبیل. آیا شما موافق این برنامه هستید؟ مطلقا به وعده‌های خام فریب نخوریم. ما یکی از کسایی هستیم که نقش داشتیم در تأسیس حکومت وحدت ملی. خلاف قانون بودن حکومت وحدت ملی را پذیرفتیم به خاطر اینکه وحدت ملی بیاید. در اونجا هم بود که باید است که احزاب نقشش بالا بره،
سیستم انتخاباتی دهش تغییرات بیه، نظام انتخاباتی تغییرات بیه، سیستم پارلمانی بیه، لوی جرگه دایر شوه، صدارتی بیه. این گپایی بود که دیدیم کس کوچکترین توجه را سرش نکرد. و می خاطر است که ما انفصال گرفتیم از این دولت. که وقتی بالا یعنی فکر میکنید باز هم مطرح کردن این موضوعات جای را نمیگیره و برنامه های عملی نیست؟ امیدوار هستم که اطور تعبیر بد نش، عوام فریبی هست، خدا باید فریب نتیم. و اینم یک مسئله لوی جرگه را شما میگین، هنوز ما شورای ولسوالی را نتانستیم دایر کنیم، شورای ولایتی را از ریاست جمهوری جدا کردیم، نخواستیم. پس خاطرتان جمع باشه، در 5 سال دیگه هم شما نمیتونید که لوی جرگه قانون اساسی را دایر کنید. وقتی که نتونیم لوی جرگه را دایر کنیم، نه معاون سیوم خلاف قانون است و یا به اصطلاح سیستم ریاست اجرایی را حفظ کردن بعد از این خلاف قانون است. همش کارهای خلاف قانون است که باید در قانون اساسی افغانستان تغییر بده. اگر تغییر نبه، اونموس که باز ما را سر انگشتای خود دولت مردای ما فریب میده و باز این مردم دمی فساد آغشته خواهد بود، دمی بی امنیتی، دمی بی ثباتی، دمی فقر و بیچارگی. آقای علومی، حزب شما و جبهه شما با چی روی کرده و چی برنامه متفاوت وارد این کارزارها خواهد شد؟ مطلقاً ما چون حزب هستیم، ساختار است، یک شخص نیست، برنامه‌ای درست را برای پیش بینی کردیم که در جامعه قابل تطبیق باشه. کلانترین چیزی که ما در اینجا راه کردیم برای مردم افغانستان رو میخواهیم ثابت کنم، برای ما احساس وطن پرستی ماست. میار باید وطن پرستی باشه، صداقت باشه، ایمانداری باشه و کاردانی باشه. این شامل برنامه ماست. اگر راست براتون ما ثابت نسازیم که وطن خود دوست داریم، هیچ کس دوست نداریم، دنیا را هم دوست نداریم. باید ثابت کنیم. چون حد اعلای وطن پرستی را ما همیشه پشتش گشتیم، خاطرتان جمع، اگر دنیاییم که با ما دوستی میکنه، شاید در تاریخ افغانستان اولین بار باشه که خارجی از افغانستان با نام نیک سرشان رقم زده خواهد شد در تاریخ افغانستان. حداقل بنیادی ترین کارهایی را که شما و تیم شما فکر میکنه به خاطر انجامش، پس از این که اگر تیم شما برنده شد در انتخابات ریاست جمهوری، چی کدام موضوعات خواهد بود؟ حالا مردم دیدگاه های متفاوت را مطرح می کنند که در 17 سال گذشته کار بنیادی و اساسی صورت نگرفته، ما هنوز هم چالش های خیلی زیاده داریم. مثال ساده است براتون بگویم، ما در این 17 سال هم کوشش سرازی کردیم که افغانستان افغانستان واحد باشه. فکرتان است انسان های چیز فهم با درک با احساس با هم نزدیک کنیم. ما سر وحدت ملی کار کردیم. یکی از وحدت ملی همیست شما بیدین که اگر 17 سال پیش بگویم در افغانستان که هر کدام ما کار شروع کردیم، یک دنیای دیگه بود. تانستیم که در دورای گذشته مش مصالح ملی رو بیاریم در افغانستان تطبیق کنیم. ما مجاهد نبودیم، همراه جهادی ها شیشتیم، درستی هاشتی کردیم که راه را بر اولاد از وطن واد با قوم دیگه، با مذهب دیگه، با سمتای دیگه یک جا شیشتیم. کسایی که دیروز کت ما در تقابل بود، گویا ما در دفاع از وطن، اونا هم به خاطر به اصطلاح آرزوهایی که داشتن یا نیتی که به اصطلاح در افغانستان زیر نام جهاد و مقاومت اینا در اینجا تبلیغ میکردن، هر دو با هم تقابل داشتیم، حتی جنگ داشتیم. شیشتیم فکر میکنین تقابل حالا وجود نداره؟ اجازه بدید، قطعا نه. ما ثابت ساختیم که ما مردم صاحب قول و قرار هستیم با اینا و می خاطر رفتیم که به اصطلاح امی دشمنی ها ختم شد. ما پیش خود میگیم 30 ساله دشمنی را با اینا ختم کردیم، اما اونا دیدگاه خود دارن، ما دیدگاه خود داریم. ما نه به او وقت نه با آقای کردهی، نه با آقای اشرف غنی، اینا تکنوکرات ها بود که از جا جنگ هم نداشتیم، بر از اینا لزوم آشتی هم نداشت در این چوکات قرار بگیم. آلیام در راست تمام برنامه های ما عبارت از که افغانستان باید آشتی داد. باور کنین آلیام میلیون ها رو پر خط میشه چطور تفرقه پرتیم. تا وقتی که ما با جوان ها یک جایی بودیم، همیشه کوشش کردیم که اینا یک دیگر درست هم دیگر پذیری باشه، بپذیرن، به صورت واحد عمل کنن، نه ای که ارکله و بلخیال باشه. اگر ای اساس در افغانستان آوردین، افغانستان یک سرمایه بزرگ مادی و معنوی است، استعداداست. چی گذشته نسلش، چی آل اینا خود میتونن افغانستان رو نگاه کنن. دوستایشان هم از اینا با عزت و حرمت همیشه یاد خواهد کرد و خیر خواهد بود. آقای رومی، مثلا یکی از بزرگترین بحث ها بحث ای است که یک تکت انتخاباتی زمان که خود را به انتخابات ریاست جمهوری نامزد میسازن و میخواین که پیروز شوند، بحث گفتگوهای صلح را به کجا میبرن؟ شما چی پیشنهاد دارین که حداقل اگر شما راه یافتین برای این نظام و برای ایجاد نظام و ریاست جمهوری، بحث گفتگوهای صلح را چگونه پیش خواهید برد؟ حداقل از کجا آغاز میکنین؟ طبعا چون سر افغانستان گپ میزنیم، مردم افغانستان خوب میشناسین. تا
تا خانه خود جور نکنین، همسایتان سونتان نمه. امروز کسایی که مخالفین مسئله دولت افغانستان از زیر ار نام یاد میکنه، نیروی دهشت و وحشت است. خاطرتان جمع، اگر شما اینجا کشور واحده به شکلی که همبستگی مردم و وحدت مردم حفظ کنین، جمع کنین، میای آل چرا نمه. ما امی تقاضای ما شورای عالی صلح هم بود، از دیگر هم بود. اگر شما انوز هم در ارگ آشتی نمیتین، انوز هم شما نیروی مخالفین سیاسی تانه اول پلان آشتیش جور نمیکنین در افغانستان جورش، نه طالب سونتان میه، نه ما سونتان میریم. برای از اینکه این خانه نفاق است. در خانه نفاق هیچ انسان که صاحب یک اندیشه سالم باشه در او یعنی فکر بکنید به خاطر رسیدن به صلح اول باید در داخل ما میانم جور بیاییم. در داخل خود جور کنین، موضعتان قوی نگاه کنین، اراده و عزم و اراده تان راجع به صلح، ثبات و آینده از این کشور بتین. هر کس که باشه براتون بگویم، هر قدر کم سخت دریز باشه، بالاخره مجبور و مکلف است که بیای به شما، یعنی به صلح به طرف شما. به نظر شما چی مشکل وجود داشت که این عزم و اراده را در 4 سال حکومت وحدت ملی نتونست که عملی بسازه؟ فقط خودپذیری، خودخواهی، تنگ نظری باعث از این شد که نتانستیم اطرافیان خود جمع کنیم. ما اولین کسی بودیم که از ائتلاف جدا شدیم، از حکومت وحدت ملی. با توضیح موضوع ایلا دادیم برامدیم. امروز میبینیم که اکثریت کسایی که در اطراف از اینا جمع بود دولت مردای ما امروز نیست. این همی شکل دگام میره. حالا آمدیم اگر مسئله تکت است. این تکت ها را که اگر کس پیش میشه و شما جور کنین، شاید باعث انپاشی ائتلاف ها شد. خاطرتان جمع باشه. اینا میشه روی از این که واقعا منافع اولیای مردم افغانستان اگر در نظر بگیریم، شاید بگوییم در این تکت نباشه، اما تعهد طور باشه که افغانستان از این حالت برای به طرف ثبات بره، رشد بره، ترقی بره، اولاد از این وطن زندگی مسئونه پیدا کنه. آقای علومی، آقای اشرف غنی گفته که دوباره نامزد میشم تا فصل ناتمام خود را به اتمام برسانم. آیا فکر میکنید که با تجارب و گذشته که در 4 سال حکومت وحدت ملی امتحان را که به مردم افغانستان داد، مردم دوباره بتونه به همی تیم اعتماد کنن؟ شرافتمندانه باید اعتراف کنن که نتانستیم که فیصدی زیاد چیزایی را که تعهد سپرده بودیم انجام بدیم. اولش حاکمیت قانون است. قانون زیر پای کرده. ما توقعیم از جا بود اگر در این قانون این درست یک بند قانونه که عبارت از این است که در اینجا مردم سالاری باشه، دموکراسی باشه، نقش ساختارای مردم سالار، دموکرات، جامعه مدنی را بالا بریم، طوری که شاید باید نبریم. هنوز هم دولت مردای افتخار به این میکنه که غیر از 20 قانون هم میگه که دموکراسی، قانون هم میگه که اینا نقش داشته باشه، عذاب تابال افتخارشان به غیر وزیرم، وکیلم، رئیسم، وصلا تا بالا دولت مردایم به این افتخار میکنه. لطفاً قانون درست بجا کنن، تابال مردم قضاوت خود میکنه، وادایی که مردم آرزو از یاد داشت قطعا نتونستن به درستی قسمت اعظمشه اینا به پای اکمال برسن. کسانی که در تکت های انتخاباتی هستن، اونا هم یک دور حداقل امتحان خود را بر مردم دادن. مردم در مورد اینا چی فکر میکنن؟ یکی براتون بگویم، این وطن وقت نجات میفته که هر کس بخواهد در قدرت باشه یا نباشه، در تکت باشه یا نباشه، فهمیده شد. اما منافع اولیای این کشور بخواهد که واقعا این وطن از ایالت برای درست است؟ امی از اگر وطن از ایالت نکشیم که شما وزیر باشین، شما معاون رئیس جمهور باشین، رئیس جمهور باشین، اینا جایگاه را نداره. ولی برای هر کس کوش کنیم کرسی ایجاد، کرسی های ایجاد کردیم در انتخابات گذشته تا آخر نتونست برسه. فکرتان است؟ معادل به سلام معاونین رئیس جمهور انجام اینا گفت و موام فریبید. هیچ از قانون نبراین، سر قانون پابندی خود نشان بتن، ثبات خود نشان. اگه می قانون به درستی قانون اساسی افغانستان فعلا ما تطبیق کنیم و مردم با ما هم نوایی خود داشته باشه، شما این کشور نجات میتین. در غیر از او راست براتون به می بیراهی که رفته تا قیامت همه. کی رشد کرده در افغانستان؟ فساد رشد کرده، بیکاری رشد کرده، فقر رشد کرده، قاچاق رشد کرده، رشوت رشد کرده، اینا کافی رشد کرده. و ما الان میبینیم که زور سالار در داخل نظام است، موقف های بسیار خوب دارند، اپوزیسیون هم همی هستن، هم اپوزیسیون، هم در داخل نظام، هم ترازو به زمین زدن ها که امروز فردا باید یک مقام دیگه برسیم.
متاسفانه اولاد دی وطن در بازی نگیریم. خواهی علومی، حالا رئیس جمهور زمانه که میای اعلام میکنه که برای دور بعدی هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری است، با توجه به همه امکانات که امکانات حکومتی که به دستشان است، فکر میکنید که کس دیگر بجز اونا شانس برنده شدن داشته باشند؟ مردم افغانستان باید بیدار باشه که هستن. امیدوار است اومد بیداری خود استفاده کنن. هیچ وقت هیچ موقف و مقام و پول و پیسه را به سرنوشت مردم خود تبدیل نکنند. اگر مردم جدی براتون بگویم سم بگیره، اینم تو که ما صدا کردیم، مست ما شاید دیگر هم صدا کرده باشه، خود به صورت تنهایی نه، گروپی نه، در محورهای بزرگ جمع کنند، نظرشان صاحب باشه، به خرد جمعی معتقد باشند، خاطر شما جمع باشه که اینا اگر تصمیم بگیرند، زمین و زمان بر از اینا تسلیم خواهد شد. و درست است، هر کس میتونه خدا کاندید کنه از رئیس جمهور گرفته تا پایان، اگر مردم موضع خود حفظ کنه، خاطرتان جمع باشه، رای حق و حلال در جای ریخته خواهد شد که او انسان واقعا دید وسیع داره، وطن خود دوست داره و میخواهد که تمام آرمانهای خود فدای سرنوشت نیکوی مردم خود کنه که مردم از ایالت بره. خیلی خوب، بیاین در آخر در مورد ظرفیت و توانمندی و توانایی کمیسیون مستقل انتخابات هم صحبت کنیم. با توجه به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در افغانستان و مشکلات و چالش‌هایی که انتخابات به همراه داشت، چقدر شما امیدوار از این هستین که انتخابات ریاست جمهوری یک انتخابات متفاوت باشه بدون این چالش‌هایی که ما در انتخابات مجلس نمایندگان او را تجربه کرده؟ زنده باشید. بسیار اکلام شد. مردم شجیانه سهم گرفتند. هنوز هم کافی نیست. نیروهای امنیتی ما با سرسپردگی تامین امنیت از انتخابات کرد. هنوز هم کافی نیست. کمیسیون انتخابات با تمام کاردانی که داشت کوشش کرد که به درستی به وقت و زمان انتخابات دایر کنه. اما ضعف بزرگ در مدیریتشان دیدیم. اگه امروز تقلب است، تخلف است، تخلف است، زورگویی هاست، اینا کلش با تعلق داره. یک قسمت اعظم از ایام برتان بگویم در کمیسیون مستقل انتخابات قرار داد. حال یک چشم امید مانده سر کمیسیون شکایات. امیدوار هستم کمیسیون مستقل انتخابات که شکایات شاملش است تانسته باشه. اگر تانست اینمی کمیسیون شکایات رای باطله از رای عق جدا کرد و عق به کرسیشان، ما برتان میگم زمینه خوب انتخابات برای ریاست جمهوری هم است و در عین زمان راست برتان میگم مردم از ایالت نجات میافه که نمایندگان خوب خود تانسته و پارلمان روان کنه و یک نمایندگی خوب کنه. اما تا آل که میبینیم عمل کردشان یک ضعف مکمل است و امیدوار هستم که در این قسمت تغییرات طور آورده شود که تانسته باشیم انتخابات ریاست جمهوری را به چالش نکشیم. آقای علمی، فکر نمی‌کنید که این ضعف ها از همین اکنون حتی میتونه هویدا باشه به نحوه که کمیسیون مستقل انتخابات در حال مشورت و رایزنی برای برگزاری انتخابات شورای ولایتی و انتخابات ریاست جمهوری به گونه جداگانه است؟ برتون بگویم انمی حال خودش یک نقص است. هیچ که نباشه نقص از نقطه نظر زحمت دادن مردم، از نقطه نظر مسائل مالی، از نقطه نظر زمانی که ما انتخابات شورای ولسوالی را نتانستیم، انتخابات شورای ولایتی را از ریاست جمهوری جدا میکنیم. این خود به خود برتان بگویم که در چالش کشانیدن سرنوشت آینده افغانستان امیدوار هستم کلش هم زمان میکرد و واقعا مستقل میبودیم. ببخشید استقلالیت هم برتان بگویم. کمیسیون مستقل انتخابات هیچگاه مستقل گفته نمیتونم. تاثیرات کل بالایش از دولت مردای ما، از زورمندای ما. امیدوار هستم که اما دیگاهی که فکر میکنن با زر اندوزی ها رای بخرن انوز جلوی شکس نگرفت. ادم دیو قریه شروع تا این بالا که در کابل است. با این دیدگاه آقای علومی ما چگونه میریم به سوی انتخابات ریاست جمهوری؟ نه یا مستقل است نه حکومت ما مستقل است. ایران فکر دارم بگیر. یکی به دیگه پیوانده داره که چطور میشن. امیال همه قرکلام شد که اگه انتخابات بسیار عالی انجام دادیم. ندادیم. برادر ده نماینده از وکالت پارلمان کشته شدنش آیا کم است؟ و صدها نفر دیگه که کشتیم یا کم است از نقطه نظر امنیتی کشته شد. و آیا مگر ای باش این انتخابات نخواد بود دایندام؟ تقلبات خواد بود، تخلفات خواد بود، زورگویا خواد بود. راه را بر یک زورگویی که همون تو در پارلمانی آماده بود، راه را بر زورگویی، تخلف و تقلب در آینده ریاست جمهوری هم وازد. آمیایشان معلوم است که کیاست. باز هم این زورمندای ماست. زورمندای ما چی در بالا شده چی در پایین. امیدوار هستم اگر همی هم بستگی مردم ها که ما هم صدا کردیم بیاین جمع شوند و واقعا یک کتلی از این مردم پیرو قانون باشه، عقل و عدالت بخواه،
جلو اردن تخلفات و تقلبات هم گرفته میشه، در مدیریت یادی کمیسیون هم در او وقت میتونه که اینا سم داشته باشه. بله، آقای نورالحق علومی، رئیس حزب متحد ملی و جبهه ملی مردم افغانستان، ممنون از حضورتان. تشکر از شما. سپاسگزارم.